آقای خشایار کشمی صاحب بنگاه املاک متهمه که با سوء استفاده از برگه سفید امضایی که در اختیارش بوده ملکی رو در ازای یک فقره چک به تاریخ 100 سال بعد خریداری کرده. شاهدای آقای کشمی در دادگاه حاضر شدن تا شهادت بدن فروشنده یعنی آقای پیردوست در زمان امضای برگه از محتوای اون خبر داشته و اون رو مطالعه کرده. اما آقای اسدالله پیردوست فروشنده ملک ادعا میکنه که از تاریخ چک اطلاع نداشته و برگه‌ای که در دست خشایاره برگه سفید امضایی بوده که خشایار بعداً و به دلخواه متنی رو به اون اضافه کرد. ایام کنی. بفرمایید. من داشتم فکر میکردم که به سن شما برسم اینقدر خوشتیپ و سرحال باشم خیلی خوبه. خیلی متشکرم آقای قاضی، سپاسگزارم. آقای اسدالله پیردوست، درسته؟ بله آقای قاضی. شما شکایت کردی از آقای خشایار کشنی بابت جعل و استفاده از سند مجعول، یعنی همین برگه رضایت‌نامه‌ای که الان توی پرونده هست. همینطوره آقای قاضی. بله. خب توضیح بدین شکایتتون رو. جناب آقای قاضی، من اول از دست خودم شکایت دارم. چرا بابا؟ برای اینکه با این سن و سال، این همه تجربه زندگی کردن، سرد و گرم چشیدن روزگار، این همه کشورهای مختلف دنیا رو دیدن، حالا بیام تمام اعتبار و اعتمادم رو وردارم بدم دست یه الف بچه‌ای که جای نوه‌ای نداشته خودم. این محصل این زندگی منه آقای قاضی. خیلی خب، حالا لطف کنید موضوع شکایت رو کامل توضیح بدید من ببینم قضیه چیه. آقای قاضی، 7 سال پیش پسرم کیوان رو برای ادامه تحصیل فرستادم آلمان. بعد از اینکه تحصیلش تموم شد رفت توی شرکت آلمانی مشغول به کار شد. بعد از یه مدتم برای ما نوشتش که کسی نیست تو ایران از شما مراقبت کنه، منم اینجا تنهام، دارم کاراتون رو میکنم که شما بیاین پیش من. اول من مخالفت می‌کردم به خاطر اینکه من اینجا به دنیا آمدم، عاشق این خاکم، اینجا بزرگ شدم، اینجا شکل گرفتم. ولی خانومم اصرار داشتش که نه، حتما بریم پیش اون بچه، اونم تنهاست، خودمون هم بتونیم یه آرامشی داشته باشیم. من هم فرداش بلند شدم رفتم دم بنگای این جوون نامحترم. از کجا می‌شناختی ایشون رو؟ ایشون پسر دوست قدیمی منه که خدا رحمتش کنه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اینکه ایشون با پسر من توی یه خونه با هم بزرگ شدن. ایشون به من میگه عمو. با پسر من کیوان هم بازی بودن این آقای قاضی. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ رفتم گفتم که ما حال قضیه‌مون اینه، بیا این خونه و ماشین رو برای ما بفروش، هم کمیسیونت رو بهت میدم، هم یک دستمزد مضاعفی برای این مرد در نظر میگیرم. 2 روز بعد، 3 روز بعدم بلند شد اومد خونه ما، گفتش که با توجه به اینکه قیمت دلار و ملک رفته بالا فعلا مشتری نیست و من حاضرم به خاطر شرایط شما خودم وردارم. خب با توجه به اعتمادی که داشتیم منم قبول کردم، پذیرفتم ازش. چه بهتر که لااقل با خودش طرف بشم. فردای اون روز دیدم که با یه چک حواله 5 میلیاردی و یه چک 30 میلیاردی آمده خونه ما و منزل کجاست؟ منزل قلهک آقای. خب و یه سری اوراق هم که مال مباینامه است گذاشته جلوی منو تون تون شروع کرد از ما امضا گرفتن. منم به خاطر اعتمادی که داشتم زهر چک رو درست رعایت نکردم. فردا اون روز برداشتم چک رو بردم بانک، دیدم اون مسئول بانک داره به من ریشخند میکنه که حاج آقا این چک چیه قضیهش؟ گفتم چیه؟ گفت این مال 1499. گفتم حتما اشتباهی شده. برداشتم بردم درم بنگاهش و حال جویا شدم، گفتم که قضیه اینجوریه. دیدم یه برگه گذاشته جلوی من که امضای من پاشه و توی اون متن نوشته شده که من با طیب خاطر
با سلامت عقل و خودم با رضای خاطر این چک رو قبول کردم و از ایشون پذیرفتم. آیا آقای قاضی یه آدم عاقل و سالم همچی کاری میکنه که چک 100 سال دیگر رو بفروشه ملکش الان تحویل بده؟ این محصل قضیه ما آقای قاضی. آقای قاضی، اولا ایشون کاملا با رضایت کامل خونه رو به من دادن، کما اینکه اولش میخواستن اصلا به من هدیه بدن خونه رو، میگفتن که من که نمیخوام برگردم، کاری ندارم اینجا، پسرم هم که ندار نیست، به خاطر حالا نون و نمکی که با بابات خوردیم تو این ملک رو وردار، هر وقت داشتی بده. آدم به وقاحت تو من تا حالا ندیدم. آقای قاضی، من حالا میتونم بپذیرم ایشون یه حرفی زده الان پشیمونه، ولی خب الان چیکار میشه که سند به اسم منه؟ خب الان یعنی منظورت اینه که ایشون رایگان خونه رو به شما داده؟ نه عرض کردم خدمتتون ایشون میخواست که رایگان در واقع بده، ولی من قبول نکردم. من 5 میلیارد تومان پول نقد داشتم که تقدیمشون کردم، مابقی توی یه چک بلند مدت بردم بهشون دادم، ایشون هم نگاه کردن. منم در واقع به خاطر اینکه خیال خودم راحت باشه، تو فرده دیگه خانواده‌اش نگن سر پیرمرد کلا گذاشتی که دیگه الان بدتر شده. سر شرافتت کجا رفته که این براجیف و بیبافی به هم دیگه؟ آقای قاضی، مدارک کاملا موجود هست، هستش خدمتتون، توی پرونده هستش. من فکر میکنم که حالا توی شرایطی که پیش اومده و حالا قیمت‌ها بالا پایین شده، ایشون با توجه به اینکه حالا کورت سن دارن، البته خودشون هم گفتن آدم با تجربه ای هستن، هم خودشون هم خانومشون دنیا دیده هستن، اینکه من حالا یه صفحه ببرم امضا بکنن زیرشون خالی باشه نبینن یا تاریخ چکو نبینن، اینو فکر می‌کنم یه خورده مسخره است. حالا اینکه دبه کردن و دنبال فسخن، من دبه کردم؟ دبه کردین من دیگه. که تمام زندگیمو در اختیار تو گذاشتم. خب به من دادی، ماشینمو همینطوری در اختیار تو نگذاشتم. خب گفتی تخفیف بابت ملک 50 میلیون تومان به تو ندادم. آقای قاضی، 35 میلیارد تومان پول دادم، 50 میلیون تومان تخفیف دادم. آقا 50 میلیون پول چای ما تو بونگا میگیرین؟ بله، برای شما که نه شرافت حالیتونه، نه حق نون و نمک حالیته، نه خاک پدر برات مهمه، معلومه که یه ریال هم یه ریاله. لطفا احترام خودتون رو نگه دارین، ما الان توی دادگاه هستیم. به هر حال آقای قاضی، ایشون بعد از چند روز بعدش اومدن بونگا، گفتن که میخوان که قرارداد رو فسخ کنن. شاهد هم دارم، اومده بودم بونگا دیدن نه. که کدوم شاهد آقای قاضی؟ اون روز کسی باش نبود. اجازه بده، توی بونگا شما اومدین برای گفتین فسخ کن، هیچکی نبود تو بونگا؟ بونگا میشه تنها باشه؟ بله تو، بله من و شما تنها بودیم، هیچ کسی توی اون بونگا اون بونگا حضور نداشت. توربین داره آقا، نگین این حرفو. الان موضوع ما فسخ نیست، من موضوع شکایت رو اول دادگاه خوندم، شما گوش نکردی. ایشون ادعا میکنه که لابلای اوراق مباینامه شما روی یه کاغذ سفید ازش امضا گرفتی، بعد حالا رفتی هر جایی یه متنی رو به این کاغذ سفید امضا اضافه کردی که حالا این متن شامل همین رضایت‌نامه میشده، مربوط هم بوده به چی؟ به چک 100 سال بعد. درست میگم آقای پیردوست؟ دقیقاً آقای. قبول داری اینو؟ نه خیر آقای قاضی، اصلا نه. آخه همه مدارک موجوده تو پرونده هستش، میتونید مشاهده کنید. فارغ از اون، من دو تا شاهد با خودم آوردم، اونجا بودن دیدن. آقای قاضی، اون روز کسی اونجا نبود. ای بابا، یعنی میگی که ایشون با رضایت شخصی خودش یه چک از شما گرفته برای 100 سال بعد، رضایت نامه رو از شما برای شما امضا کرده؟ بله. اگه حالا مستندات کافی نیست شاهد هستن؟ نه میدونم، خیلی خوب گفتی، شاهداتم هستن، در خدمتشون هم هستیم، خوشحالم میشیم. شما خودتو معرفی کن. آقای قاضی، پوریا ابویی هستم. بلندتر بگو بابا. پوریا ابویی. کد ملیت هم به من میگی؟ 208-36-22-43-17. نام پدر؟ ناصر. شماره همراهت هم به من بده بابا. 912-150. خیلی لطف کردی، بشین بشین. شما؟ علی آقاز، سجاد عباسیان هستم. کد ملی؟ 201. خب. 78-4041. چرون؟ شما اسم پدرت هم بگو. سعید. یه شماره همراه هم به من بده. 0912-536.
آقای قاضی من اولین بار اینا رو دارم میبینم. من تا اساسا اولین بار دارم رویتشو میکنم و هم کلام میشم باهاشون. آقای قاضی آقای پیردوست همه رو دفعه اول دارم. اجازه میدی آقای پیردوست؟ ها؟ بفرمایید. بسم الله. قبل از اینکه شهادت بدی یه چیزی رو بهت گوشزد کنم. میدونی که شهادت کذب جرمه. بله آقای قاضی. 3 ماه و 1 روز تا 2 سالم حبس داره. بله. میدونی؟ بله الان فهمیدم آقای قاضی. آفرین. بله. آفرین. خیلی خوب. به من توضیح بده شما اون روزی که آقای کشنی رفته بود برای امضای مبایع نامه منزل آقای پیردوست شما هم حضور داشتی؟ بله همه بودن. ایشون، آقا عباسیان، آقای پیردوست و همسرشون هم بودن. یک به یک همه اسناد رو دیدن، امضا هم کردن. آقای قاضی اولین بار من این چیز رو میشنوم و دارم میبینم. اصلا همچی چیزی نیست. حاجی چه زود ما رو فراموش کردی؟ یادت دفتر عجله داشتی فرداش سند بزنی؟ خجالت داره. گفتی زودتر میخوای بری خارج پیش پسرت. خیلی خوب. آقای پیردوست اجازه میدی من کارم من همونجا میکنم. نگفتم یه هفته صبر کن سند آقای دست عبوی. خب به من میگی چه ساعتی بود؟ حدودای عصر بود. نه ساعت به من بگو. یه حدود ساعت به من. 6:30 بود. خدا پدرتو بیامرزه. 6:30 بود. بعد به من بگو که این خطی که الان اینجا به ما گفتی ما یادداشت کردیم مربوط به خودته دیگه. بله آقای. چند سال در اختیار شما؟ حدود 8 سالی دستمه. همه مشتری ها منو با این خط میشناسه. من خودم یادم بره این خط تو یادم نمیره. خیلی خب بعد اون روزی هم که رفته بودی برای امضای مبایع نامه با خودت درده بودی؟ بله آقای قاضی. بشین. بشین بابا جان. آقای قاضی این ملک و ماشین تمام دار و ندار زندگی منه. یه بخش این قضیه با مادیه و به خاطر مال آمدم. یک بخشش اینه که به اعتماد و اعتبارم شلیک شده آقای قاضی. من دیگه به کی میتونم اعتماد بکنم؟ اجازه بدی آقای پیردوست. خواهش میکنم نذارید قصر در برم. خیلی خوب. با پای خودمون اومدیم اینجا چجوری قصر در بریم؟ بابا جان رفتی زیر رضایت نامه رو امضا کردی دیگه. بذار من کارمو بکنم. هست رضایت نامه اینجا. دیدی خودت؟ بله متاسفانه. خب. سجاد جان شما بیا. بسم الله. شما هم اون روز رفته بودی منزل آقای پیردوست؟ بله آقای قاضی. توضیح بده؟ چی الان باید بگم؟ بگو دیگه چه اتفاقی افتاد؟ حقیقتش اون روز من خیلی مشغله داشتم ولی خب خشایار به من گفتش که بیا بریم سر جلسه اونجا حضور داشته باش که حالا مشکلی پیش نیاد. مثل همیشه یه مختاری مشکل پیش میاد. دیگه منم رفتم اونجا و اینکه آقای پیردوست هم بودن و یک به یک اوراق خوندن و امضا کردن. آه یعنی آقای پیردوست با رضایت شخصی خودش چک 100 سال بعدو گرفت، رضایت نامه رو امضا کرد. آقای قاضی حقیقتش برای خودم جای سوال بود چرا این اتفاق افتاد. ولی خب آقای پیروز به گفته خودشون مرد جهان‌دیده‌ای هستن. دیگه گفتم خب حتما میدونن دیگه اوراقم خوندن دیگه دارن امضا میکنن. شرم کن جوان من کی همچین حرفی زدم؟ من کی اصلا با تو رو در رو شدم؟ اجازه بده آقای پیروز. اتفاقا آقای قاضی اون روز حاجا باید یادتون باشه که نگران بودین که مبادا کارهای مفاسد رو نشه انجام داد. من زنگ زدم تماس گرفتم به یکی از آشنایی که تو شهرداری دارم. اصلا همچین چیزی نیست آقای قاضی. خیلی خب آقای پیروز اجازه بده. بزرگوار خواهش میکنم اجازه بده. به من بگو که شما هم این خطی که گفتی مربوط به خودته دیگه. بله خواست. چند وقته؟ یه 2 سالی هست هستم. باید همه جا همراه خودت میبری؟ بله. اون روز هم که منزل آقای پیردوست رفته بودی خط همراهت بود؟ خیر. کجا بود پس؟ خط. کجا بود خط؟ منزلم بود. منزلت کجاست؟ فنک. خب مگه نگفتی زنگ زدی به دوست تو شهر داری برای مخصوص؟ زنگ زدم آقای قاضی. خب. بازم میگم زنگ زدم. خب. ولی با یه خط دیگه ای زنگ زدم. بگو شما. بگو اون خط رو ببینم. الان باید اون یکی خط من بگم. زود بگو. بجام. 938. 3519. خیلی خوب. بشین بابا جان. بله. چیز دیگه میخوای بگی؟ نه. برو بشین.
خب آقای پیردوس. بله آقای قاضی. این همون رضایت‌نامه‌ای که شما امضا کردی درسته؟ بله آقای قاضی. اینم که امضای شماست. متاسفانه همینطور آج آقا. احسنت به شما. ببین بابا جان، آقای لشنی، ما این رضایت‌نامه رو فرستادیم پیش کارشناس خط. مغازه رو اومدن دوتایی دیدن، دوبارم اومدن دیدن، کلیه تجهیزاتش هم دیدن، قبول کردن، اومدن اجاره کردن. فروشنده اومد به من گفتش که به مثلث برمودا خوش اومدید. به کجا خوش اومدی؟ مثلث برمودا. ما میخواییم قراردادمون رو فسخ کنیم. خب چرا اظهارنامه نفرستیدی برش؟ ما اشتباه کردیم. من منچ بازی میکنم؟ حالا منچ یا آقا اصلا به شما چه ارتباطی داره من بعد از اون چیکار دارم میکنم تو مغازه رفیقم؟ شما بیجا میکنی راجع مسئله صحبت میکنی؟ شما بیجا میکنی راجع مسئله صحبت میکنی؟ ببین بابا جان، فسخ یا با توافق طرفینه یا شما باید اظهارنامه بفرستی که نفرستادی دیگه. ما این رضایت‌نامه رو فرستادیم پیش کارشناس خط. متوجه هستی؟ حواست با منه؟ بله. خیلی خوب. ما اینو فرستادیم پیش کارشناس خط. این برگه‌ای هم که الان اینجا جلوی منه نظریه کارشناس خطه. یه مشکلی الان اینجا وجود داره. جوهر امضای رضایت‌نامه با جوهر متن رضایت‌نامه متفاوته. خب آقای قاضی، من اینو توی بونگا نوشتم، با خودکار خودم نوشتم، بعداً ایشون با خودکار خودش امضا کرده. خیلی خوب. بسیار خوب. یه مشکل دیگه هست. زمان امضا و زمان متن هم با هم متفاوته. یعنی متن در یه زمان دیگه نوشته شده، امضا در یه زمان دیگه. خب عرض کردم خدمتتون دیگه، من اینو تو بونگا نوشتم، بعداً رفتیم به خاطر اینکه عجله داشتن، در واقع نمی‌خواستیم وقتشون رو بگیرن. اینا همه رو ما نه فقط اون سندهای دیگر رو آماده کرده بودیم، بردیم ایشون امضا کردن. خشایار، من می‌خوام بهت کمک کنم ولی همه چیز بر علیه توه. من نمی‌دونم چرا. زمان امضا از زمان متن قدیمی‌تره. الان برعکس داری میگی. یعنی چی؟ یعنی اینکه امضا اول انجام شده بعد متن اضافه شده، برعکس چیزی که شما داری با من میگی. شما مگه نمیگی که متن رو توی بونگا نوشتی بعد بردی ایشون امضا کرد؟ مگه نه نمیگی؟ بله. گفته شما همینه. نظر کارشناس برادر من یه چیز دیگه است. میگه اول امضا زده شده بعد متن بهش اضافه شده. خب آقای خب این حالا من نمیدونم، شاید یه مسئله‌ای وجود داره. شاید چه مسئله‌ای وجود خب داره؟ خب من شاهد دارم اونجا بودن. اون شاهدات هم دیدیم دیگه. خب دیگه شهادت دادن. خیلی خوب. تشریف بیاریم وایسی. آقا سعد جان. علای قاسم. خوش گذشت شهریار. آقای قاسم، من اونجا حضور داشتم. کجا حضور داشتی؟ منزل آقای پیردوس. یه ذره باز فکر کن. من یه ذره بهت زمان میدم. ما اصلا عجله نداریم. سجاد. کجا بودی؟ یادم نمیاد. او همون تو خونه آقای... صحبت نکن. برای چی حرف زدی؟ ها؟ فکر کن سجاد. وقت هست. تا صبح وقت هست. کجا بودی؟ شهریار. آفرین، احسنت بهت، باریکلا. انقدر من آدم های صادق و دوست دارم که نهایت نداره. کرج ما از هر دوتا خطت نقطه زنی کردیم. شما که شهریار بودی بین ساعت 5 تا 7 اون روز، شما هم که کرج بودی. آقای قاضی، همش تقصیر ایشونه. من اصلا نمیدونستم قضیه چیه. مگه من اولش که میخواستی شهادت بدی بهت نگفتم شهادت کذب جرمه؟ شما صدای منو شنیدی؟ متاسفانه بعضیا که میان اینجا شهادت بدن گوشاشون بسته میشه، دهناشون باز میشه. ما میگیم آقا خداوند به ما دو تا گوش داده، یه دهن بیشتر گوش کنیم کمتر حرف بزنیم. همین آقا که اینجا باشده صداش در نمیاد. خب اومد گفت یه معامله جور کردم 5%شو به شما میدم. همه حرفایی هم که زدیم این به ما یاد داده. چی اومد به شما گفت آقای قاضی؟ خدا شاهده مقصر ایشون بود. اصلا من
ما اصلا نمیدونستیم داستان چی به چی. اصلا اینا رو به ما نگفته بود آقای قاضی. حاج آقا تو رو جون بچت ببخشید. من بچه کوچیک دارم. ببخشید آقا. چه غلط کردیم حاجی. آقای قاضی. ببخشید. بشین. حاجی ما رو بازی داد. ببخشید. بشین کار داریم باهات. بشین دیگه. خب خشایار شاهدات هم دیدیم، یه هماهنگی قبل دادگاه با هم می‌کردین. می‌دونی که مرتکب جعل شدی، سوء استفاده از سند مجعول، جرمه، یه سال هم حبس داره آقای چشنی. می‌دونستی؟ نه نمیدونست. بیا آقای آسترکی. آقا یعنی الان آسترکی بلاجی. خب یعنی الان چی میشه چیکار باید؟ حالا میری زندان. آقا خب چرا؟ خب من یه دونه مک چون جعل کردی. خب برمیگردونم سندشونو. چیکار میکنی؟ خونه رو بهشون برمیگردونم. خونه رو هم برگردونی شما مرتکب جعل شدی برادر من. باید بری حبس. گذشته بکنید. من خب تهش اینه که باید خونه رو برگردونم. برمیگردونم دیگه. دیگه چیکار باید بکنم؟ ببخشید چیکار باید بکنم؟ خالی یه گذشته بکنید دیگه. خدا خیلی دوستت داره ولی خیلی آدم خوش شانسی هستی. طبق قانون کاهش مجازات سال 99 اگه الان بتونی رضایت این پیرمرد رو بگیری نمیری زندان. عمو تو رو خدا، تو رو خدا، عمو من برم زندان آخه میدونی من بچه دارم. اگه من برم حالا زندان حالا شدم عمو؟ عمو به خدا من تو جوونی کردم، من خواستم این پوله رو تا آخر من که نمیذاشتم شما اینجوری برین که تو زندگی خدا من دستت نابود کردی، نمیخواستی؟ من تهش همه پوله رو به خدا بهتون میدادم. من حالا تو روان من و زن و بچه‌م رو نابود کردی، حالا نمیخواستی؟ من که نمیخواستم شما اینجوری برین. تو رو خدا یه گذشتی بکن، من همه پولو میدم. اگه نخواستی سند رو برمیگردونم، هر کاری که دلتو بخواد. آقای قاضی خیلی سپاسگزارم. عمو تو رو خدا نذار منو ببرم. من الان بخوام برم زندان که آخه دیگه نمیشه که من اینجوری. کی میخواد پول شما رو بده؟ حرف فرض کن من رفتم زندان. تو رو خدا ببرش آقای سرکی، شو رضایت بده نیست ببرش. بخاطر اون من تو کوچته تو حیات بازی کردم. من تو کیوان بزرگ شدم. آخه الان شما میخواین بریم پیش کیوان میگم انداختم زندان. آخه خب من پول براتون برمیگردونم دیگه. اگر پول منو نخواستین من براتون بهترین قیمت میفروشم. آقای قاضی، من به حرمت اون نون و نمکی که با پدرشو خودش خوردم از اون جایی که این پسرم میمونه برای من، از اون جایی که نمیتونم خاطرات گذشته رو فراموش بکنم و جوونه و میدونم که جاهلی کرده و تحت تاثیر قرار گرفته، من گذشت میکنم. اما تا آخر این هفته یا پول منو برمیگردونه یا ملک منو به من برمیگردونه. هر جا لازم باشه من امضا میکنم. اصلا پول منو نخواستین، من خودم براتون به بالاترین قیمت منطقه براتون میفروشم. شما یه گذشتی میکنید و آقای پیردوس، من الان برای شما گزارش اصلاحیه مینویسم. ایشون باید خونه شما رو به شما برگردون. اگر این کارو نکرد شما مجدد میتونی پرونده رو پیگیری کنی. روی تخ بچشم. خیلی سپاسگزارم آقای قاضی. عمو خیلی لطف کردی. ببخشید. آقای قاضی اجازه بدید من شما رو ببوسم. نه خیلی ممنون. خواهش میکنم. چرا؟ استدعا میکنم. چرا؟ قرآن بذار من صورت شما رو ببوسم. خیلی متشکرم. ممنونم ازت. آقا زیم من برم. ببرم. آقای آسترکی. بلاجی. شما برای که دست خالی نری، آقایون تحت الحفظ دادسرا. آقای قاضی یکی دیگه سوء استفاده. آقای قاضی اینو باید ببرید نه ما رو. آقا یه دقیقه وایسا. آقای قاضی اینو باید ببرید نه ما رو. مگه اون اول که می‌خواستی شهادت بدی بهت نگفتم؟ الان من بعد از چی رد رضایت بگیرم؟ شما یا ایشون؟ از من. الان قانونی نیست برای ما، فقط برای این هستش. آقای قاضی یا